تو این ویدیو میخوام 5 سازی رو بهت معرفی کنم که برای شروع گیتار الکتریک میتونه جزء گزینه‌های خریدت باشه. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش تا کلی نکته بهت بگم برای یک خرید به صرفه. سلام، عادل روحنواز هستم و تو این ویدیو میخوام 5 سازی رو بهت معرفی کنم که برای شروع دیگه مشکل پیدا کردن ساز استاندارد نداشته باشی. در واقع نسبت به پولی که میدی سازی رو بگیری که ارزش خرید داشته باشه و در بلند مدت بتونه نیاز نوازندگیت رو برطرف کنه. خب من کلا دوست دارم سریع برم سر اصل مطلب، پس بدون هیچ حاشیه‌ای میرم سراغ معرفی سازها و نکاتی که برای خرید ساز باید بهش دقت کنی. دقت داشته باش که سازها رو از قیمت پایین به بالا معرفی کردم، پس ویدیو رو حتما تا آخر ببین. اولین گیتار از برند یاماها مدل پاسیفیکا 112 و معمولی ترین سازیه که میتونی داشته باشی. پاسیفیکا یه ساز 22 فرته و نسبت به یک ساز 24 فرت که در حال حاضر بیشتر استفاده میشه 2 فرت کم داره، ولی خب برای شروع اذیت کننده نیست. بریجش ومی بار داره یا تریمولو داره که در این رنج قیمت قابلیت خیلی خوبیه، اما خب نمیشه کیفیت آنچنانی ازش انتظار داشت. دقت کن که چوب و پیکاپ ساز خیلی مهمه و کلن سازهایی که تو این ویدیو معرفی میکنم نسبت به پولی که میدی در سطح استانداردی قرار دارن. نکه این ساز چوبش میپله و فینگربورد والنات داره. پیکاپ ها هم با استایل HSS روی ساز هستن که به معنی یک پیکاپ هامباکر کنار بریج و 2 پیکاپ سینگل کول در میدل و کنار نک هستش. همینطور پیکاپ سویچر یا سلکتور 5 پوزیشنه داره که میشه تون رو با پوزیشن پیکاپ های مختلف بشنوید. اکشن هیت یا فاصله سیم نسبت به فرتبورد یکی از مهمترین نکات برای شروع نوازندگیه، چون نباید فشار بیش از حد به انگشتات بیارید. پس اگه اکشن سازت فاصله بیش از اندازه استاندارد رو داشته باشه خستگی مضاعفی رو تجربه میکنید. این ساز اکشن مناسب و صدای استانداردی داره و برای سبک‌های پاپ، فانک، بلوز و راک میتونه جزء گزینه‌های خریدت باشه. تو بازار ایران در تاریخ این ویدیو حدوداً 8 تومن قیمتشه. همیشه گفت پایین‌ترین قیمتیه که میتونی برای خرید ساز در نظر بگیری. ساز دومی که میخوام بهت پیشنهاد بدم برند آیوانز مدل GRG 170 DX. از نظر کیفیتی به نظرم معقوله و یک ساز 24 فرت است با استایل پیکاپ‌های HSH. یعنی 2 پیکاپ هامباکر و 1 پیکاپ سینگل کویل در میدل. در نتیجه ساز های گین تریه و میتونه گزینه بهتری باشه برای جنس صدایی سبک‌های راک و متال. پیکاپ سلکتورش هم 5 پوزیشن است و مثل ساز قبلی میتونی در 5 حالت مختلف صدا رو بشنوی. نک این ساز هم میپل و فرتبورد روز وود داره و حس راحتی رو موقع ساز زدن میتونی داشته باشی. همینطور بریجش تریمولو داره که کیفیت چندانی نداره، ولی تأثیر منفی هم نمیذاره روی ریتینگ کلی ساز. این ساز رو در بازار ایران و در تاریخ این ویدیو با حدود 8 تومن میتونی تهیه کنی. آیوانز یه برند پرطرفداره که برای سازهای ارزون قیمت سرمایه گذاری زیادی کرده. در نتیجه نسبت به پولی که میدی میتونی کیفیت مطلوبی رو هم انتظار داشته باشی. خب ساز سومی که میخوام بهت پیشنهاد بدم از برند شکتر مدل بنشی SGR که از نظر کیفیت ساخت چند درصدی بالاتر از 2 ساز قبلیه. چوب نکش میپله و فرتبوردش هم روز بوده که معمولا برای سازهای این رنج قیمتی از همین چوبا استفاده میکنن. پیکاپ هاش HH، یعنی 2 تا هامباکر داره با پیکاپ سلکتور 3 پوزیشنه و برای سکای راک و متال صدای استانداردی رو نسبت به قیمتش بهت میده. این ساز تو بازار ایران فکر کنم هم مدل فیکس بریجش باشه و هم مدل تریمولو یا ومی بار دارش. قیمتش در تاریخ این ویدیو حدوداً 10 تومنه. راستی این یک برند امریکاییه، ولی این ساز ساخت چینه. البته کیفیت معقولی رو بهت میده. ساز چهارم دوباره از برند آیوانز و مدل RG421. من خودم حدود 12-13 سال پیش این ساز رو برای مدتی داشتم و راحت نیاز اون دوره رو برام برطرف کرد. خب این ساز از نظر کیفیتی میشه گفت بالاتر از 3 ساز قبلیه. 2 تا پیکاپ هامباکر داره و نوع پیکاپش هم بهتره. 24 فرت است و با نک میپل و فرتبورد جت و با تون استانداردی رو بهت میده. بریجش تریمولو نداره و تو این رنج قیمت ها ساز فیکس بریج دردسر کمتری داره، چون مشکل دیتیون شدن یا خارج شدن کوک کمتره.
در واقع سازهای با بروژ تریمولو یا ومی واردار کیفیت خیلی خوبی باید داشته باشن تا ساز دیتیون نشه. یکی از مهمترین نکاتی که باید بهش دقت کنی استیبل بودن کوک سازه. این ساز مثل سازهای قبلی محدودیت سبکی نداره و یک پیشنهاد کاملا به صرف است. تو بازار ایران در تاریخ این ویدیو حدوداً 10 تومن قیمت میشه. و پنجمین و آخرین پیشنهاد من برای خرید سازی که در رده بیسیک میتونه بهترین باشه، برند آیوانز مدل RG350DXZ. این ساز تمام نکات مثبتی که در رابطه با سازهای قبلی گفتم رو داره و در حال حاضر ارزش خرید خوبی داره. نک میپل با فرت بورد جتوبا و بادی مرانتی که حقیقتاً این ترکیب جزء چوب‌های پایین رده است، ولی خب نسبت به پولی که داری میدی بهترین کیفیت رو بهت میده. پیکاپ‌های پسیو مثل سازهای قبلی با ستاپ HSH هستن و بریج تریمولو داره با مدل H02 که بریج مناسبیه و مشکل دیتیون شدن یا خارج شدن کوک خیلی کم پیش میاد. این ساز هم محدودیت سبکی نداره و کلن ساز استانداردیه و راحت تا 3-4 سال نیاز نوازنده رو از زمان شروع نوازندگی برطرف میکنه. قیمتش در تاریخ این ویدیو حدوداً 12 تومنه که به نظرم بیشترین هزینه‌ای که برای یک ساز بیسیک میخوای بدی باید همین باشه. خب امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشی و نسبت به بودجه‌ای که داری بتونی از بین این 5 ساز یکی رو انتخاب کنی. باید بدونی در کنار ساز تجهیزات صدایی خیلی مهمه، منظورم امپ و افکتیه که گزینه‌های خیلی زیادی داره. پس ویدیوهایی که در کانال یوتیوبم میذارم رو دنبال کن، چون امپ و افکت مناسب سطحت رو هم معرفی می‌کنم. تا ویدیو بعدی فعلا.